من خودمو ندارم، فقط همین چیزی که میبینم دقیقه دوربینه و ریکوردش. یعنی واقعا هنوزم گواهی پزشک میگیرن قبل از ازدواج؟ هستن کسایی که این کار بکنن؟ به نظرم آره. من فکر میکردم نه، ولی به نظرم آره، به خاطر اینکه هم فیلم چند سال پیش راجع بهش ساختن که تهش خودکشی کرد. اسپویل. آره. هاوی اسپویل. همین که طبق دایرکتایی که داشتم به نظرم هنوز هست. این بده. خیلی هم بده. در 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 تموم شد. پادکست نرفته. اینترو داشتیم قبلا، ولی واسه ویدیوکستمون اینترو نداریم، ولی دیگه حالا فهمیدم. همینجوری کم کم حالا اضافه می‌کنیم. آره خب. بگیم دفعه راجع به چی دیگه متوجه شدین؟ الان قسمت دوم ویدیوکستمونه در مورد قسمت قبلی دیدین دیگه؟ بله بله، توی کانال من دیده بودم بچه‌ها که یه سری کامنت عجیب غریب و البته باحالم داشتین. چیزی که هست تفاوت هویت جنسی و گرایش جنسی، که اصلا ما اول چی، من زنم، مردم یا اصلا هیچ هویتی ندارم. این سری اومدیم سراغ موضوع پرده بکارت و باکرگی. کارشناس برنامه هستی. به نظرم خیلی 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 موضوع مهمیه، چون یک خیلی شخصیه و باید خودت راجبش خیلی بدونی و همین که خیلی مسئله مهمی شده تو کشورهای مثل کشور ما یا کشورهای حالا شاید جهان سوم بشه گفت، شاید بشه گفت کشورهای عربی، نمیدونم، ولی میدونم تو خیلی از کشورها این قضیه وجود داره. حتی تو کشورهای مدرن هم توی بعضی از خانواده‌ها که هنوز یعنی حتی دینشون هم آره، یعنی دینشون هم اسلام نیست، مسیحیان، که دوست داریم خودمون اصلا اجازه نداشتن قبل ازدواج رابطه جنسی داشته باشن و خب این خیلی بر من عجیب بود اولین بار که شنیدم، ولی حالا رفتم راجعش خوندم اصلا ببینم قضیه چی، اصلا پرده بکارت چی هست که این همه پیراهن عثمانش کردن، این همه مهم میشه. به تازگی نه، یعنی این برای موضوع چندین سال قبله که سارا. آره من خیلی وقته راجبش خوندم، خیلی وقتم راجبش صحبت میکنم خیلی وقتا، ولی پیش نیومده بود. من اولین باری که تو رو با آشنا شدم راجب این داستان نه فضول بودم، اومدم پیجت رو دیدم، بعد دیدم یکی از ویدئوهای چیزت که گذاشتی در مورد پرده بکارم، گفتم اوه چیزی گذاشته تو پیجش، بقیه نمیگم فلان. اون موقع یه ذره چون هنوز روم کار نکرده بود سارا اینجوری بودم که چه ویدئوهای گذاشته. آره راستش یه ذره شاید دوامم کردن بعضیا بزرگترا، گفتم که خب همینی که هست گذاشتم، پاکشم نکردم، موند همینطوری. اما به نظرم اول بیایم شروع کنیم راجع به یه چیزی حرف بزنیم که تقریبا فکر میکنم شاید بالای 80% دخترای سرزمین من حداقل راجبش نمیدونن، چون من هر وقت با آدمای دیگه صحبت کردم راجبش، اصلا این راجبه به وجود اومدن پرده بکارت، یعنی خود پرده بکارت یا همون هایمن، چیزی نمیدونن. اصلا بدونیم، بیایم بگیم که این چیه، شاید واقعا ندونن خیلیا و لازم باشه که بهشون بگیم چی. آره بعدش میتونیم بریم سراغ این که اصلا فرق باکرگی و پرده بکارت اصلا چیه. آره اصلا چون هی اصلا این آره این کلمه رو اشتباه میگن. دقیقاً. ببین برای تو توضیح میدم که بقیه هم در جریان باشه. آره دیگه داریم با هم گپ. من هنوز فقط یه ذره به دکور جدیدمون عادت ندارم. دفعه بعد ممکنه تازه دکور چون خیلی جا ندارم اینوری دستم بذارم. هی عوض میکنیم هر قسمت. آره. ببین خیلی خیلی قدیم که اصلا نمیدونستن پرده بکارتی وجود داره یا اصلا چه یا هر چیزی، وقتی دو نفر با هم رابطه جنسی برقرار میکردن دفعه اولش ممکن بود دردناک و تا هم با خونریزی باشه و برای همه سوال بود که اصلا چرا یه همچین اتفاقی میفته. اولین نفری که راجع به این قضیه تحقیق کرد و راجع به صحبت کرد، خیلی جالبه بدونید که ابن سینا بوده. واقعا؟ یعنی بله یک... من اینو نمیدونستم. خسی پیاده شد یه لحظه ببخشید. خب آره ابن سینا بوده و اومده بررسی کرده، گفته که یک چیزی در واژن خانم ها وجود داره که بعد از اینکه رابطه جنسی برقرار میکنن اون پاره میشه و برای همین درد و خونریزی دارن. اما سالها بعدش یه سری دانشمند دیگه میان راجبش تحقیق میکنن، میبینن که آره تا یه جایی ابن سینا درست میگفته، ولی از یه جایی به بعد که این پرده یا این چیز فقط بر اثر
رابطه جنسی از بین میره درست نیست، ممکنه بر اثرای دیگه هم از بین بره. یعنی اون چیزی که مامانم میگفتن ما بچه بودیم بهمون میگفتن محکم نشین رو از سوار نشو فلان و اینا، فلان اتفاق میفته، ممکن بود واقعیت داشته باشه. اما اصلا چیه در واقع بچه‌ها پرده بکارت؟ یک، اولش وقتی جنین دختر توی بدن مادر شکل میگیره چیزی به اسم واژن یا آلت تناسلی وجود نداره. اولش یه لوله‌ایه، یه لوله توپر، یه چیز توپریه که توی اون قسمت آلت تناسلی قرار داره. یه زارت، یه چیزی اون وسطه، یه هیچ راه عبور و مروری وجود نداره. بعد از اینکه جنین کامل شکل میگیره و در واقع قراره که به دنیا بیاد، اون کماکان بسته است ولی توش داره خالی میشه، توش خالی میشه و این خالی شدن توش، این گوشتا، این پوستا کاملا جذب اون دور اون لوله میشن و فقط، حالا نمیدونم دیر میرسه چیه، حالا اینجا هم توضیح میدم، یه تیکه از اون گوشته به صورت یه پرده مانند جلوی در واقع واژن قرار میگیره و باقی میمونه که وقتی به دنیا میای کم کم انقدر نازکه، کم کم دوباره از بین میره و حالا به صورت‌های مختلفی، یه وقتای سوراخ میشه، یه وقتای چند تا سوراخ داره، یه وقتای کاملا باز میشه. برای بعضی‌ها متفاوته، یعنی مثلا ممکنه یه ذره آره دیگه فرق میکنه، ممکنه یه ذره ضخیم‌تر باشه، ممکنه یه ذره نازک‌تر باشه، بعد سوراخ‌های روی اون چیز به خاطر همینه که اصلا ما میتونیم خونریزی داشته باشیم دیگه. مال بعضی‌ها حفره حفره است، ممکنه یه شیاری وسطش داشته باشه دو طرف، یه مدل‌های مختلف داره که اون دیگه بستگی به حالا خود بدن اون آدم چه جوری اون از بین میره کلا این شکلی. که موارد استثناء هم داریم توی این قضیه که برای بعضی کلن بسته است، نه کلن بسته است و باید با جراحی باز بشه که مثلا موقعی که پریود میخوام بشن خون جمع نشه و خارج بشه. یه نکته خیلی جالب وجود داره راجع به این قضیه. سالها پیش خیلی از آدما مثلا با درد شکم و نمیدونم حال بد و اینا حتی دنیا میرفتن میمردن و هیچ کس نمیدونست دلیلش چیه. بعد حالا یه دانشمندی اومده یکیشون رو مثلا کالبد شکافی کرده، فهمیده از خونریزی داخلی بوده. بعد سالها بعد دوباره اومدن هی همینجوری تحقیق کردن، فهمیدن که چون این آدم پردهی به کارتش کاملا بسته بوده، این خون چون چیز کثیفیه دیگه مونده توی بدن، باعث عفونت داخلی شده، خونریزی داخلیش با اون آدم مرده بیچاره. آره این قضیه خیلی جالب. می‌خواستم یه چیز، یه نکته جالب بگم راجع به این قضیه، حالا همین پردهی به کارت یا در واقع هایمن، اونم اینه که بعضی از دانشمندا الان بعد از این همه تحقیق و اینا به این نتیجه رسیدن، حالا نتیجهشون 100% نیست ولی بعضی به این نتیجه رسیدن که در واقع این پرده بکارد یا هایمن یک عضوی بوده توی بدن، یک چیزی بوده مثل آپاندیس و اینا، در حال تحلیله و داره از بین میره، برای همین انقدرش باقی مونده. ولی هنوز از نظر این که حالا همه بیان تایید کنن اینو، کسی تاییدش نکرده که همه بگن آره شما مثلا تو درست میگی، ولی همچین چیزی هم هست که مثلا مثل انگشت کوچیک پا، انگشت کوچیک پا همیشه انقدر کوچیک نبوده، جهش یافته دیگه، هی داره، یا آپاندیس یک عضوی بوده که بعدن الان مثلا اضافه است، بعد اصلا در بیاری اگه درد بگیره بندازی دور، بعد هیچ اتفاقی برات نمیفته. دقیقا اینم همینطور، یه همچین احتمالی هم وجود داره ولی خب 100% مشخص نیست. چیزی که ببین من دیدم که یه متخصصی بود داشت صحبت میکرد که اون حالت مثل کش موی سر بود اون ویدئوه، که میگفتش که هیچ دلیل علمی، یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه که از روی اون هایمن بفهمه که اون طرف حتی رابطه جنسی داشته باشه، داشته یا نداشته، چون خیلی متفاوته واسه هر کسی. یعنی ممکن بوده که حالا تحلیل رفته یا اینکه اصلا آسیب دیده توی بچگی، بزرگ شده اون هی بازتر شده. It doesn't even have to be broken because it's not a closed membrane that covers the vagina. Hymen is more like a ring of a very very elastic skin. If you have vaginal penetrative sex or you masturbate, then it's gonna be stretched. And if it's not stretched for a while, then it's gonna go back to the original shape. Be absurd. Forget about that. That's just a big lie. No one can tell from your hymen if you're a virgin or not. That's just not possible. Because it can also be stretched with other things, like, for example, with sport. It's not so typical. Or it doesn't happen so often. A closed hymen can make problems when girls menstruate because then the blood can't go out from the vagina. But that's not a big problem. You just should be seeing a doctor who's gonna open it a little bit and then
everything gonna be fine. یعنی اینم هست دیگه، یعنی اصلا ربطی دقیقاً نداره. اصلا دقیقاً همینه. شما ببین وقتی به دنیا میای، همون موقع که بچه‌ها به دنیا میان، همون موقع اون پرده به نمیره، هست هنوز. یه چند سالی طول میکشه تا کامل بخواد در واقع اون سوراخ ایجاد بشه که حالا بعدن که به سن بلوغ میرسه و پریود میشه و اینا دوچار دردسر نشه. ولی اگر شما مثلا یه دختر 10 ساله رو یا یه دختر 14 ساله رو 9 ساله رو توی سنهای مختلف یک آدم تو هر سنی مثلا 5 سال 2 سال 3 سال معاینه کنی، فکر میکنی که این آدم هر دفعه رابطه جنسی داشته، به خاطر اینکه این پرده تا زمانی که تو به سن رشد کامل نرسی داره تغییر میکنه. اول که به دنیا میای کامل بسته است، یعنی اصلا هیچ راه ورود و خروجی وجود نداره، به خاطر اینکه توی شکم مادر میخواد محافظت کنه. دقیقاً بسته بودنش دقیقاً به همین دلیله. یعنی الان دانشمنده اومدن گفتن اگر حالا اون عضو و فلان و فلان کنار بذاری، اون پرده باقی میمونه که عفونت‌های بدن مادر، چون بچه توی کیسه به دیگه، عفونت‌های بدن مادر وارد بدنش نشه، جنین نشه. همین اون وجود داره. به مسیح هم که به دنیا میاد هنوز هست، تا فکر میکنم 2-3 سالگی هنوز هست، کم کم از بین میره. اونم چجوری از بین میره؟ تو هر آدمی متفاوت دیگه، که در واقع بهش میگن همون، مثلا میگن یکی پرداش حلقویه، یکی پرداش نمیدونم اسم گذاشتن، به خاطر همون نوع از بین رفتنشه، که چون حالت کشسانی داره، برای همین ممکنه که حتی طرف رابطه جنسی داشته باشه و اون قشای از بین نره. برای همین میگن مثلا طرف حلقویه. آره، پس یه چیزی بود میگفتن کسایی که حتی بچه دار شدن، رابطه جنسی داشته، بچه به دنیا آورده، مثلا از طریق سزارین، ولی مثلا اون هایمنه هنوز باقی مونده، میتونه مثلا اگه بخواد طلاق بگیره، همچین چیزی من شنیدم، که میتونه اسم همسرش رو از توی چیز پاک بکنه، ببینم شناسنامه‌اش. با من اینجوری بودم که یعنی چی؟ خب دوتا بچه داره مثلا، چه اون باشه چه نباشه، تو قانون گواهی میتونه که بگیره، بتونیم چیز کنیم اسم همسر رو از توی شناسنامه حذف کنیم. ولی یعنی خب میتونه شناسنامه المسنده بگیره و اسم همسر اول نباشه توی شناسنامه. روش های پاک تایتل ویدیو رو حالا برای من خیلی خیلی جالب بود برام بدونم که اصلا این قضیه از کجا به وجود اومد، کی این شد پرده بکارت و چرا اصلا انقدر مهم شد. چیزی که من راجبش خوندم از همون قبل از این که اصلا ابن سینا بیاد راجب این قضیه صحبت کنه و بگه دلیلش و اینا، چون فقط فکر میکردن تو رابطه جنسی همچین اتفاقی میفته، برای همین دخول دقیقاً برای همین فکر کردن که خب پس یه چیزیه که اگر طرف رابطه جنسی نشه باشه، خب نیست دیگه. پس اگر کسی این کارو میکنه حتما رابطه جنسی داشته، چون از اول رابطه جنسی بین دوتا آدمی که با هم محرم نبودن، حالا محرمه میتونه به هر روشی باشه، یعنی با هم زن و شوهر در واقع نبودن، اشکال داشته تو همه دین و همه چیز. برای همین این همیشه این قضیه برای آدم مهم بوده، یعنی شده تبدیل به یک سنتی تو همه جای دنیا، چون قانون که نیست، یه سنتی تو همه جای دنیا، توی همه ادیان. حتی اون موقع، یعنی این قضیه از زمانی آب میخوره که هیچ دینی هم وجود نداشته. اون موقع تازه چیز هم هنوز با پنسکشوال و چیزایی شکلی هم آشنا نبود. دقیقا همه باید فقط تکپر میبودن. آره، البته خیلی خیلی قدیم بوده این قضايا، ولی حالا تو تاریخ هم هست، ولی قانون این بود، قانون نانوشته البته این بوده که این شکلی باشه. غیرت. حالا من میخوام، من و فاطمه خیلی راجع به این قضیه با هم صحبت میکنیم، ولی میخوام الان دوباره با هم صحبت کنیم که شما هم نظر هر روز هم دیگه میبینیم. خب ببینیم پرده میکنه تا شروع میکنیم هم میبینیم که نظر مثلا ما هم بدونید راجع به این قضیه، که اصلا من فکر میکنم که رابطه جنسی قبل ازدواج بده، خوبه، یا اصلا باید داشته باشه؟ نظر شخصی ها. قبل از اینکه بریم سر این موضوع، به نظرم میخواستم اینو بگم، پیشنهاد بدم که در مورد پسرا هم صحبت بکنیم، اینکه باکرگی توی پسرا و دخترا، اینکه مثلا میگن پسرا هم ویرجینیتیشون توی چیز اصلا از دست میدن و اینا، آخه چیزی به اسم پرده بکارت که توی پسرها وجود نداره، و حالا به اون هایمنه رو کردم پرده بکارت و اینا، ولی خب همون کلمه باکرگی فکر می‌کنم واسه همین میشه که یعنی اولین باری که طرف، چون خب میتونه مثلا خودارضایی داشته باشه ولی رابطه با
یه طرف دیگر مثلا سکس داشته باشه میشه، یعنی باکرگیشو از دست میده دیگه. ببین اسمش پرده بکارته به خاطر همون که گفتم دیگه، چون وجود نداشت، یعنی هست اگر فکر میکردن اگه سکس کنه اون از بین میره. آره. پس اگه از بین بره یعنی آدم سکس خب... و دیگه دختر نیست. و علائمش هم این بوده که حتما باید خونریزی میداشته اون طرف. آه. و چقدر افرادی که این به خاطر اینکه خونریزی نداشتن یعنی متهم شدن به این که رابطه جنسی طرف داشته و سنگسار میشدن و اصلا بلا نسبت بلا نسبت بلا نسبت یه مش گاو تشکیل خیلی. اجتماع انسانی داده بودیم. حالا تو بیا ثابت کن. بعد طرف یه جوری باش برخورد میکرد، خودش به خودش شک میکرد. کی این اتفاق نکنه خواب بودم بهم تجاوز کرد. ببین خیلی وقت اینطور من مامانم تعریف میکرد، حالا الان که اینو گفتی یادم افتاد، مثلا مامانم تعریف کرد میگفتش یه دوستی داشتیم تو دوره دبیرستان این ازدواج کرده بود. بعد از اینکه مثلا ازدواج میکنه رابطه جنسی داره، مدرسه دیگه نمیاد. حالا در اون موقع خیلی مشکلی نداشته، مشکل نداشته رابطه جنسی داشته، خونریزی نداشته، نه درد داشته نه خونریزی داشته، و همین مشکل براش پیش میاد که مثلا بهش تهمت میزنن که آره تو قبلا رابطه داشتی فلان فلان و اینا. حالا خب زمان خیلی سر و صدا داره میاد، نمیدونم سر و صدا چی ویدیو چرا داره میاد. آره من نمیدونم سر و صدا چی. ببخشید دوباره بلایای طبیعی میخوام کات نکنم، از اونجایی که خودم اینا رو تد میکنم میخوام یه تیک ویدیوهای اون پرده بکارات اینا رو بزنم. ببخشید بفرمایید. خب آره تعریف میکنه که این شکلی فلا اینا. حالا اون موقع پزشک و اینا خیلی بوده دیگه، زمانه که مامان من دبیرستان بود خیلی قدیم که نبوده. میرن دکتر، دکتر میگه که البته حالا بماند بعد از کلی حرف و فلان و اینا، خود دختر مثلا تا زمانی که بخواد بره دکتر حرف زده دقیقاً. مامانم میگه مثلا میمد مدرسه نگران بود، میگفت نکنه مثلا تو خواب یکی بلایی سرم آورده. آره دیگه میگم طرف خودش به خودش هم شک میکرد، نکنه مامانم میگفت مثلا از فلان جا نپرین من پریدم پردم از بین رفته. نکنه فلان، کلی استرس داشت در این قضیه. و بعدن رفت دکتر و معلوم شد که نه نوع پردشتوریه که اصلا لزومی نداشته خونریزی داشته باشه و خیلی هم طبیعیه، هیچ مشکلی نداره. من یه چیزی که یادمه تو دوران مدرسه همه اینجوری بودن که نکنه خونریزی نداشته باشیم، وای چقدر قرار خون بیاد. همین مقداری که مثلا قرار خون بیاد خب تو آدم ها متفاوته، به خاطر همون نوع هایمنش که مثلا ممکنه اندازه بنده انگشت باشه، ممکنه که یه ذره بیشتر. بعد تازه حتی من یه جا داشتم یه ویدئویی می‌دیدم گفتش که ممکنه حتی تا یه روز بعدش هم همجوری لکبینی داشته باشه طرف، و خب این متفاوته، اینم شاید خیلی ها ندونن. دوستان کنسل به نظرم ولی هر کسی اول با راجب خودش تحقیق کنه بدونه دیگه، راجب جسم خودش بدونه، بعد راجب روحش بدونه، بعدش هم بتونه زندگی بهتری داشته باشه. اینکه اینقدر چیزای شخصی رو ندونیم راجب خودمون به نظرم خیلی موزل بزرگه و میترسیم از اینکه از کسی هم بپرسیم. آره چون... کسی هم بهمون نمیگه. دقیقا. مدرسه هم که ماشالله، ولی الان یه چیز خوبی وجود داره. ببین من اولین باری که راجع به این چیزا خوندم، خب زمانی که من دبستانی یا راهنمایی بودم که اصلا اینترنت و فلان و اینا انقدی نبود تو بخوای بری سرچ کنی تون تون بفهمی چه خبره. موزیکی گفته بودم نسل ما متفاوته. من یه کتاب تهیه کردم که اون کتاب مثلا روش نوشته بود مفاد 18 سال غیر قانونی بود اون موقع. نه غیر قانونی نبود، تو کتاب فروشی ها وجود داشت و این نوشته بود مثلا مربوط به زن و شوهر است که مثلا کتابی که مثلا قبل از ازدواج بعد از حتی حالا بعد از چون زن و شوهر دیگه بعد ازدواج میشه دیگه بعد از ازدواج میشه. و مثلا من اونو گرفته بودم خونده بودم و حالا یه چیزایی هم چون مامانم پرستار بود اونم تو بخش زنان زایمان، خب خیلی چیزا هم اون بهم کل اقوام سارای عزیزمون آره همه پزشکی یا تو پرستار و یا تو بیمارستان یه جایی بودن دیگه، تو بیمارستان همیشه شرکت پزشکی. آره برای همین من یه ذره اطلاعات از اون موقع، ولی الان خوبیش اینه اینترنت هست دیگه، سری سرچ میکنی جایی که بری سرچ کنی مثلا ببین سن فلان بازیگر هیچ کدوم از آدم اصلا جامعه ما انگار هنوزم با سرچ کردن مشکل داره، حتی یه چیز خیلی ساده نه طریقی نصب یک نرم افزار پیام میدن پشتیبانی دارتیم که اینو چه جوری نصب دیگه، یه چیز دیفالت ادوبیه دوستان دیگه، به حال خارج نمیشیم خیلی. ولی آره قشنگ میتونین سرچ کنین اطلاعات راجع بهش، حتی نمیدونن چی سرچ کنن انگار مثلا خب یه اسم پرده بپرس برو بخون هی یه سری چیز میبینی. بعد من یه چیزی که میبینی هم اکتفا نکنه، مثلا من خوندم مثلا من یه دونه سایت پیدا کردم خیلی 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 معلوم بود که سایت از اینایی که سفت مخالفه اصلا با علم، یه چیزایی یعنی نوشته بود راجع به این قضیه که مثلا بزرگ کرده بود این پر... سایت فارسی بود دیگه بزرگ کرده بود این قضیه رو
که اصلا پشمام ریخت. بازم میرسه به چیز که هر کی نظر شخصی چون دقیقاً نظر شخصی بود. من مثلا اینجوری بوده که شاید خیلی مذهبی باشن یا دقیقاً نظر شخصی بود برای همین کلا. اصلا یهو باز می‌کنیم باید قبل از ازدواج حتما تست داده بشه، برگه گواهی. آره خلاصه که این راجع به حال چیزی که تو گفتی دختر و پسر می دقیقه ببینم چند دقیقه وقت داریم. اوکی دختر و برو کنار موتورت چه راجع بکارت دختر و پسر و اگه کلمه بکارت رو به معنی پاک و منزه در واقع در نظر بگیریم و اگر رابطه جنسی رو یک گناه در نظر بگیریم چقدر بد. خوب که برای همین اسمشو گذاشتم باکرگی دیگه، ببین اگه گناه نبود که خب پاک و منزهی نمیخواد در نظر بگیریم. پس هر دختر یا پسری که قبل از ازدواج، حالا من نمیدونم به واسطه چه جوری بعد از ازدواج میشد اوکیه با چهار تا کلمه تو با یکی رابطه داشته باشی، ولی اگه با چهار تا کلمه نگی گناهه، اینو من هرگز نفهمیدمش. پس هر کدومشون اگه رابطه جنسی داشته باشن باکرگیشون از دست دادن. چون فقط دختر یک چیزی داره که نشون داده این قضیه رو، مثلا اون پرده اگر وجود داشته باشه یا به شکلی باشه که تو خون ریزی کنی، پس تو باکره که دست دست دادی و دیگه دختر نیستی، رابطه جنسی داشتی. ولی پسره چون چیزی نداره، من میگم چون خط نشون میکنم میگم اونا باکرگیشون. خب نه دیگه، فقط توی جوامع اسلامیه که خط نداریم. خب که بیشتر هم الان تو جوامع اسلامی مشکل وجود داره به نظر من، که خیلی بهتره که خط نمیشن. ببین خواستم یه چیزی بگم یادم رفت حقیقتا، ادامه بده یا نامو بگم. آره نه می‌خواستم همینو بگم. خب اگه اینجوری فکر کنیم پس هر دو طرف گناه کردن، هر دو طرف باکرگشون رو از دست دادن. اما چجوری کی روز اول به این نتیجه رسید که اونی که این کارو کرده گناه کرده؟ اصلا کجا چجوری به این نتیجه رسید که رابطه جنسی گناهه و چجوری به این نتیجه رسید که برای خانوما گناهه؟ برای آقایون گناه نیست. ببین چون دقیقاً اون چیزه، این یه نشونه‌ای توش دقیقاً وجود داره. اگه مثلا نشونه‌ای توش وجود نداشت اونم مثلا هیچ. دقیقاً همینطوری شنیدیم یعنی قطعاً برای بچه ها خیلی پیش اومده، برای من چون خواهر برادر نداشتم پیش نیومده، ولی تو پدر مادرم خیلی شنیدم اینو که مثلا مامانم به مامانش میگفته چرا داداشم میتونه بره فلان کارو بکنه، اون پسره، ولی من نمیتونم. میگفت اون پسره، هر کاری کنه مردم نمیفهمن. دقیقاً هر کاری کنه که منظورش همین بود دیگه، اگر با کسی رابطه داشته باشه مردم نمیفهمن. خب دخترم نمیفهمن، تو میگی اگر رابطه‌ای هم داشته باشه دختره مردم نمیفهمن. تو خودت اینو قول نمی‌کنی. خب شاید مثلا واسه همون که احساس می‌کنن شاید این اتفاق بیفته اون نشونه از بین میره، یه بار اتفاق میفته خونریزی یا مثلا فلان و اینا، دیگه بعدم متوجه میشن و این حرف. دوست داشتم اکاش یکی از اعضای آقایون کنار تیم رو هم داشتی. آره. یه سوال میخواستم بپرسم ازشون که مثلا آره داش گلمون این که مثلا دوست داشتم ببینم دیدگاه مثلا پسرا، خب باز اونا خیلی دوستای پسرشون اینا، حالا نه نظر شخصیشون، این که مثلا پسرا خیلی ترجیح میدن با کسی رابطه داشته باشن که اون هایمنش وجود داشته، یعنی رابطه تا حالا نداشته باشه و باکره باشه، و یا نه ترجیح میدن که با یه کسی باشن که تجربه داشته. من کاملا جواب اینو میدونم به واسطه تجربه؟ این که نه به واسطه اینکه دوست پسر خیلی زیاد داشتم. آره. و چیزایی که خوندم و دیدم و حتی دایرکت گرفتم، درخواست همه پسرای ایرانی هیکل جنیفر لوپز و رفتار فاطمه زهراست. متاسفانه همشون همیشه بیان، ولی توی نسل جدید من اتفاقا احساس میکنم توی نسل جدید دوست دارن که تجربه داشته باشه این قضیه که حالا مثلا رابط ببین هستن، ولی نه هنوز. نه به نظر من بازم اینجوریه که توی اون تجربه‌ای که میخواد حالا یه بار دوبار باشه یا فورفان باشه، تفریح باشه و اینا، دوست دارن اون کسی که با تجربه داره رو انتخاب بکنن یا حالا چیزه. ولی باز هم ازدواجه، یعنی بازم توی اون چیز خودشون، با اینکه هر چقدر خودشون اوپن مایند نشون بدن و فلان و اینا، ولی بازم میشه عقاید مامان بابا و سنتیه. دقیقا میخواستم همینو بگم، وقتی از از بچگی رو مغزت کار کنن و چیزی که الان خودت میبینی، مثلا با یه دختری یه پسری با یه دختری آشنا میشه، همون دفعه اول تو خیابون آشنا شدن، شب چیکاره ای، بریم مهمونی، ارتباط هم شکل میگیره، فردام دیگه هم دیگه نمیبینن، یا نهایتا یه هفته هم دیگه میبینن تموم میشه.
خب پسر پیش خودش میگه که دختر با من همچین رفتاری داشته باشه با چند نفر دیگه هم، یعنی با همه آدما میتونه همچین رفتاری رو داشته باشه. بعد میگه که خب من که هرگز با همچین آدمی ازدواج نمیکنم، من هر خیلی راحت بذاره کنار دقیقاً با یکی و رابطه داره و فلان، در صورتی که خود پسر همچین آدمیه ها و این ارتباطه به خاطر نیاز غیر ارادی بدن ماست، یعنی ما به صورت غیر ارادی نیاز داریم رابطه جنسی داشته باشیم و اصلا از اون مهمتر به صورت غیر ارادی نیاز به برقراری ارتباط داریم. حالا این برقراری ارتباط میتونه با همجنسمون باشه، میتونه با جنس مخالفمون باشه. وقتی با جنس مخالفمونه اون قسمت نیاز رابطه جنسی هم گنده‌تر و پررنگ‌تر میشه، چون تو میتونی با اون آدم رابطه، یعنی بستگی به میل خودت با اون آدم بخوای رابطه داشته باشی. پس آقا پسری که این حرفو میزنی، اگر خود آدم، یعنی اگه تو فکر میکنی نیاز جنسی یا نیاز ارتباطی داری، خب یه دخترم همین نیازو داره دیگه، پس فکر نکن خب اگه اون داره این کارو میکنه دختر بدیه، یا اینکه نه پس فردا با من دوباره اگه بریم زیر یه سقف همین آره. کارو با من میکنه. اگر ما بتونیم بچه‌مون رو یه جوری درست تربیت کنیم، این قضیه خیلی مهمتر از چیز دومیه که میخوام بگم. اگه من بتونم بچه‌مو درست تربیت کنم، قطعاً ازدواج موفق تری خواهد داشت. همه ازدواج به موفقیت ختم نمیشه، حتی اگر بچه‌مو درست تربیت کنم. ولی این خیلی مهمتره تا اینکه بگیم اگر تو همه چیزو برای همسرت داشته باشی، پس اون هیچ وقت نه بهت خیانت میکنه، نه میره با کسی دیگه، نه زندگیت به هم میخوره. نه، چون آدما سلایقشون، علایقشون و حتی ذائقه‌شون در حال تغییره، دنیا هم در حال تغییره. پس این میتونه باعث شه که تو 10 سال دیگه این آدمی رو که الان دوست داری رو دوست نداشته باشی. مثلا الان تو یه پسر چش رنگی یا یه دختر چش رنگی دوست داری، 10 سال دیگه سلیقه عوض میشه دیگه، دوست نداری. وقت این امکان وجود داره. اینو پس بذاریم کنار، بخش اولش بیشتر میتونه بهمون کمک کنه که رابطه بهتری حالا توی زناشویی یا پارتنری، دوست دختر دوست پسر یا هر چیزی داشته باشه. ببین اینکه مثلا حالا میگن نیاز پسرا به رابطه جنسی بیشتر از رابطه دختراست، از لحاظ بیولوژیکی حالا منظورم ها که به نظر من برابره. دقیقاً برابره. بعد چون مثلا انگار چون سرکوب شدن بیشتر دخترها، بیشتر باعث شده که جلوشو بگیرن و دست و پای پسرها همیشه باز بوده، راحت تونستن اینو انجام. ولی برعکسش هم هست دیگه، یعنی ممکنه توی دخترم باشه که خیلی شدیدتر هم باشه، خیلی زیاد، و اصلا منظورم ربطی نداره که مثلا پسر نه نیازش بیشتره باید نه اتفاق. بعد مثالی که میزنن این که برای پسر رو مثل غذا خوردنه، برای دختر رو مثل دسره، اینجور چیزا دیالوگا هم هست همیشه. ببین بخش اعظمی از رابطه جنسی تو غریزه انسانه، چجوری میتونه با هم متفاوت باشه؟ نمیدونم دیگه، این مثالیه که همیشه میزنن که مثل نیازهای اولی به نظرم هست. حتی میتونه برای خانوما مهمتر باشه، به خاطر اینکه خیلی از اون بخش رابطه جنسی به هورمون، به مغز و احساسات و ایناشون بستگی داره و احساسات یک چیز قابل کنترل تریه تا غریزه. غریزه که قابل کنترل نیست، احساسات قابل کنترل. و اینکه این یه دلیل، یه دلیل دیگه بقاه. مرد نمیتونه بقا به وجود بیاره به تنهایی، زنم به تنهایی نمیتونه، ولی با هم دیگه زن میتونه بقا به وجود بیاره، یعنی میتونه بچه‌ای رو به دنیا بیاره که باعث بقای انسان‌ها بشه. پس این نیازه رو من بیشتر میتونم داشته باشم، چون من توانایی به وجود آوردن بقا رو دارم. ولی اون آقا فقط میتونه غریزه شو و اون احساسش رو در واقع برطرف کنه. هیچ چیز دیگه رو نمیتونه برطرف کنه. پس شاید حتی خانوما بیشتر به این قضیه نیاز داشته باشن. ولی من به عنوان یه دختری که پارتنر هم دارم میگم که واقعا برابره. واقعا برابره و بسته به روحیات آدم متغیره. یه وقتی شاید من حتی بیشتر بخوام، یه وقتی شاید محمد رضا بیشتر بخواد، یعنی کاملا یه چیزیه که میتونه تغییر کنه. پس میتونیم برابر نگهش داریم و اینکه حالا دختر اینطوری پسر اونطوری. یه چیز دیگه هم میخوام مطرح کنم، ترمیم پرده بکارتم در مورد صحبت کنم. من خودم مثلا چند سال پیش هیچ ایده ای نداشتم از اینکه اصلا چجوری اینو ترمیم میکنم. واقعا میدوزن، من دیدم واقعا میدوزن.
بعد اینجوری بودم که مگه پرچسب، مگه چرا اینجوریه؟ بعد خیلی ویدیو وحشتناکی بود اون لحظه که اینو دیدم، جی بودم دوب 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 دوب. اصلا خیلی به نظر من ترسناک بود و چرا باید این کارو بکنن اصلا با خودشون آدمو، به خاطر گول زدن بقیه و اینکه مثلا بخوان خودشون رو باکره نشون بدن. خب بعضی مثلا اجباره دیگه، چون خانواده قبول نمیکنه مجبور یه فیلم جدید. آخه خب وقتی این امکان وجود داره که ترمیم بشه باز هم ببین خب. یه چیزی بذار این یادم میره، این که مثلا گفتیم پسر رو ترجیح میدن با یه نفر باشه که مثلا حضرت مریم و اینا، ولی خب اگر بفهمه که سرش گول مالیده شده چی؟ یعنی که چه حسی پیدا میکنه بفهمه؟ اگه فقط عصبانی تر میشه. خب خیلی بده که چرا باید آدم رو مجبور میکنن به دروغ گفتن. حالا بذار من یه چیزی بگم راجع به این قضیه ترمیمه. آره دقیقاً عین پارچه میدوزن ولی نمیدوزن تا بالا، بچا یه دونه کوک میزنن فقط که اگر رابطه داشت خوب بیاد. شاید دوتا. همین. نه منظورم کوکیه که اگر رابطه داشت فقط خوب بیاد. بعد واقعا بمیره عین اولش میشه. نه اصلا به همین چون مشخص مگه نیست. همینو میخوام بگم. نخ جذبیه، حالا خیلی معلوم نمیشه، ولی اینو میخوام بگم، من همین 10 دقیقه پیش یا حتی بیشتر تایم نگاه کنیم گفتم که اگه بچه یه دختر رو تو سنهای مختلف معاینه کنی نوع شکل پرش فرق میکنه. خب الان تو اگر اون خانومی رو که رابطه جنسی چه داشته باشه چه نداشته باشه پس با دفعه بعدش مقایسه کنی فرق میکنه. خب حالا چه بدوزه چه ندوزه باز هم متفاوته این قضیه. حالا وقتی این اتفاق میفته که قطعا واسه پزشک قابل تشخیص هست که این اتفاق افتاده یا نیفتاده، چون به هر حال تو بافتی رو که خودت با دست به هم میرسونی، با بافتی رو که خودش داره به هم دیگه میرسه به خاطر اون بدن، فعل انفعالات بدن، خب متفاوته. پزشک اینو با آزمایش یا با ماینه یا هر چیزی میتونه تشخیص بده. اما اگر من به عنوان یک دختر مثلا اولین رابطه جنسیم توی 18 سالگی یا 20 سالگی باشه و بعد گپی بینش آره و بعد رابطه ای نداشته باشم، آره. باز بسته به بدنم، مثلا 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، بسته به بدن و نوع اون هایمنه، هرگز به شکل اولیه بر نمیگرده، حتی ممکنه جمع‌تر بشه یا ممکنه بازتر بشه، ممکنه تغییری نکنه، ولی چون اون در واقع گوشت اضافه، پوست اضافه‌ای که الان توی بدن من وجود داره میخواد بره جذب، مثل همون اولیه که وجود داشته اره. میخواد جذب دهانه دیواره خودشو ترمیم واجن بشه دیگه. وقتی داره جذب میشه اگه به سمت جلو بره که دوباره بسته میشه، یعنی میاد روی هم دیگه، اگه نه همونجا جذب بشه یه ذره میاد بالاتر پس دوباره اون تنگتر میشه، اگه نه یک مدل دیگه ای باز بخواد جذب بشه باز یه شکل دیگه ای رو تشکیل میده. یعنی تو به هیچ عنوان نمیتونی یه آدم رو بگی که آقا این آدم رابطه جنسی داشته یا نداشته، چون اصلا میگفتن همون اصلا خیلی چیز مسخره ایه که میگن میتونن تشخیص بدن، بازم قابل تشخیص نیست. خود پزشکش این حرفو زد و اینجوری بود که اصلا قابل تشخیص نیست. در پزشکم که این قضیه رو میگه طبق همین شکل در پرده به کارتی اون میبینه دیگه، اکثریت آدم هم چون این بیشتری چون ژنتیک آدم هست برای اینکه جلوگیری کنه از ورود میکروب دیگه به بدن و همیشه هست. و یعنی بعد از این کمیه به دنیا میاد، اون که اولش که بسته است که توی تو مایه ای که وارد نشه هیچی و اینا، ولی خب بازم بعدش هم باعث میشه که جلوی میکروب و اینا رو بگیره و به داستان نخوریم. نبودنش هیچ مشکلی برای بدن توی سنین بالاتر ایجاد نمیکنه. یعنی که مثلا وقتی تو از لحظه که به دنیا ببین تا خانوما از موقعی که پریود میشن دیگه اینی که چیزی وارد رحمشون بشه و باعث بشه دچار بیماری بشن بجز ویروس ها و فلان و اینا خب یه ذره احتمالش میاد پایین، به خاطر اینکه ما میتونیم پریود بشیم، یعنی حالا هر 28 روز یک بار یک اتفاقی میفته که ممکنه بشه اون، چون اون پریوده که کثیفیه نیست که رفته تو، که اون دیواره رحمه که داره آماده میشه برای باروری دفعه بعدی، تخمه گذاری دفعه بعدی، ولی بود و نبودش توی این سن تاثیر روی سلامت در واقع بدن ما نداره، چون اون یه راه ورود و خروجی وجود داره. بعد باز نیست که همینجوری راه به خاک برده خلوم بره، همیشه لباس زیر آدم برای همی میپوشن دیگه، برای می نظافت رو خیلی رعایت کن، نظافت رو رعایت کن و لباس زیرتون رو مرتب عوض کن. لباسی رو طبعا هر روز باید عوض کنیم به نظرم، و نوع نگهداری شستنش خیلی مهمه. اصلا واسه چی میزنن
وینزدی ساتردی روزای هفته داره با آب داغ بشوری نمیدونم فلان کنه خوشکش کنه چیزی که حالا اینکه یه بحث چیزی که دور در مدرسه یادم اینه که معلم پرورشی که یه چیزی در زندگیش به ما گفت یه چیز مفی میگفت لباساتونو میشورین با اتو داغ کنید داغ کنید داغ اونقدر لازم نیست داغش کنیم که درست بشوریش کافیه میکروب هر چی داره کشته شه. آره خلاصه آره خلاصه که این قضیه اصلا قضیه رو واقعا با به تشخیص نیست چجوری میخواد طرف بفهم وقتی من 10 ساله با همون سارایی که هیچ رابطه جنسی هم نداشته ممکنه تو 15 سالگی قطعا تغییر داشته باشم توی واژنم اون آدم چجوری میخواد بفهمه رابطه داشته واقعا با ورزش کردن با هر چیزی ممکنه که این آسیب ببینه حالا اسمش هم آسیب نمیذاریم تغییر میکنه آره تغییر یا اصلا چون... بدون هیچ چیزی چون داره دائم در حال تغییر تا زمانی که تو رشد کامل رو بکنی دیگه وقتی داره تغییر میکنه پس تو نمیتونی سند مدرکی روش بذاری و اون حالت خوشبال پسرا که ندارن دیگه این چیزا رو دیگه والا به خدا خواهر آب بیارم برات خواهر خلاصه از این تمامش کنیم یا چی یا نکته دیگه هم داری من نظرم فقط راجع به این قضیه بگم حالا یه ویدیوی بعد این حتما میسازم چون خیلی ازم میپرسید توی چنل خودش نظر من رابطه جنسی خوبه یا بده علم اومده گفته که خوبه یا بده که اونو میگیم به صورت علمی با همدیگه اصلا بررسیش میکنیم نظرمون هم میگیم اما راجع به این قسمتی که صحبت کردیم من فقط میخوام یه چیزی رو بگم رابطه جنسی یا هر رابطه دیگه تا زمانی که به جسم و روح آدم آسیبی نزنه از نظر من بد نیست به نظر من این دیالوگو واسه هر قسمتی که داریم ضبط میکنیم میتونیم استفاده بکنیم آره یعنی گفتم دیگه هر رابطه چه رابطه جنسی چه رابطه دوستی چه رابطه همسایه هر رابطه یعنی چیزی که اسمش رابطه اسم رابطه روشه هر رابطه تا زمانی که به جسم و روحمون آسیب نزنه اصلا چیز بدی نیست یعنی میافتیم بعد حالا بعدن راجع به صحبت میکنیم میگه رعایت بهداشت و فلان و فلان و فلان الان من نظرم میچیم همینجا اینو تمومش کنیم و بقیهش رو ویدیوی بعدی راجع به اینکه خوبه یا بده یا هر چیزی من یه چیزی بگم انتهای ویدیوم این که نظرات همه بچه ها رو ما میخونیم مثلا الان ویدیوکست قبلیمون اسمشون نمیخوام ویدیوکست بذارم آخه ویدیوکسته ولی ببین به صورت پادکست قرار نیست جدا این تمیشه تصویریه دیگه خب چون یه سری تصاویر هم من دوست دارم که بیاد اگه چیزی داشته باشیم توی ویدیو ولی نظراتتون رو همیشه میخونیم من از قصد ویدیوکست قبلی رو البازم گفتم ویدیوکست قبلی رو جواب ندادم ریپلای نکردم چون دوست داشتم بعضی از حالا هر چند تا قسمتمون که رد میشه به قول حالا پیشنهاد خودت هم بود اینکه توی یه ویدئویی بیایم کامنت ها رو جواب بدیم و حالا نکته جدیدی که داشتیم در مورد مثلا همون سری قبل بهش اضافه بکنیم یه چیز جدیدی بگیم و... منم خوندم خیلی شو ولی بعضی میذاره عصبانی بود اینا یه ذره نه خیلی زیاد ولی دیالوگی که من گفتم اون هیچ کدوم در نظر نگرفته بودن یعنی نفهمیده بودن یا تا ته ندیده بودن اصلا همون اولشو دیدن و قطع کردن نظرشون رو داده بودن کلن گارد داشتن نسبت به هر چیزی رو بذارید کنار آره به نظر من اینو آویز گوشتون آره. ولی آره یه قسمت میشیم کامنت ها رو میخونیم و حالا اونایی همه رو که قاعدتا نمیتونیم بخونیم ولی اونایی که بولد میکنیم آره حالا بیشتر تکرار شده یا نظر موزلتره یا نظر همه است رو میخونیم که بتونیم راجع به اونم با هم دیگه صحبت کنیم پس زیر این ویدیو هم هر نظری ایدهی کامنتی هر چیزی که دارید بذارین که ما بتونیم خیلی دوست دارم تجربیاتشون رو بگن کسایی که شاید حالا ازدواج کردن یا ازدواج نکردن خانواده هاشون دیدگاهشون نسبت به این قضیه چیه آره به نظر من اینجوری خیلی بامزه تره بنویسید واسه همون بنویسید حتما میخونیم هر جفتمون حتی اگه دوست ندارید توی کامنت بذارید که آره بخونیم میتونید دایرکت. دایرکت کنید توی اینستا حالا آدرس اینستا جفتمون هست این زیر گذاشتیم آره میذارم آیدی اینستا آره میتونید اونجا به صورت شخصی که اگه دوست نداریم بقیه خبر داشته باشن تجربه هم فقط برای این که شاید چون تجربه آدم متفاوت شده که شما تجربه داشته باشین که ما اصلا راجبش ندونیم و عجیب غریب خیلی مهم باشه که بقیه بدونن اتفاقا مثل همین چیزی که الان از بین رفته اون یا سنتایی که توی اقوام مختلف وجود داره
داره. نه اصلا این مثلا همون چیزی میمونه که قدیم میگفتن دیگه، اگه بپری، اگه فلانشی، اگه فلانشی فلانشی، دیگه دختر نیستی و دیگه نمیگیرن تو فلان. بعدها از بین رفت بخاطر اینکه این تجربه هایی مثل دوست مامان من به وجود اومد و برای هم دیگه تعریف کردن و هم فهمیدن که نه همچین چیزی نیست. تجربه تو هم همینطور میتونه یه تجربه باشه که به درد بقیه بخوره و خیلی راحت نگرانی در بیاره، همه عمرشون رو فکر نکنن که اصلا سواری نکنیم. خیلی خوشحال شدیم. تمام. به قول آقای بیبا گند و نباد. گند و نباد. قربان شما، میبینیم ویدئوی بعدی شما رو. ماچ. عجله دار بر. امیدوارم دوست داشته باشید. فعلا خدافظ.